سلام امروز میخوایم ببینیم چطوری میتونیم از طریق سرمایهگذاری اقامت سوئد رو دریافت کنیم سلام آقای حاتمی خیلی خوش اومدین دلوقتي. به اسکاندی درود بر شما پیام حاتمی هستم وکیل هستم تو شهر یوتیوبر و در میشه گفت از 2011 به بعد فعال بودم و پروندهایی که خب خیلی زیاد باهاش مشغول هستم پرونده جنایی هست و اقامت به شکل مختلف در سوئد خب بچه ها میریم رو بخش درست سرمایه گذاریم یا در از اقامت گرفتن از طریق سرمایه گذاری اقامت سرمایه گذاری یا اقامت کاری که قبلا هم در مورد صحبت کردم تنها چیزی که یا بزرگترین چیزی که متفاوت بین این دو،, دو نوع اقامت اینه که اقامت سرمایه گذاری که به اقامت دائم برسین بعد از دو سال میشه این کارو کرد بله. ولی اقامت کاری همون جوری که تعریف کردم چهار ساله هست بعد از اون اقامت دائم میشه ولی اقامت سرمایه گذاری به این شکله که این هم باید از ایران اقدام بشه بله. یا کشور سوم دقیقا به این شکله که میشه سفر کرد به سوئد حالا قرارداد نوشت مکانی رو دید خرید همه کاغذ بازی رو میشه انجام داد ولی روزی که میخواد اون شخص اقامت سرمایه گذاری رو اقدام کنه باید باید تو ایران باشه بله. و خب شرط های مختلف از بعضی از آشنا یا خونواده تو سوئد کمک میگیرن که این کاغذ بازی رو انجام بدن بعضی از وکیل کمک میگیرن بعضی حالا از آشنای دیگه ولی شرطش اینه که باید در از چند تا های مختلف پر بشه بله. شرط هایی که اینجا هست باید پاسپورت حتما باشه هم. پاسپورت باید اعتبار داشته باشه و در اصل فرقی که میشه گفت اینجا با اقامت کاری داره اینه که حتما حت، حتما باید پاسپورت دو سال از اعتبارش باشه باشه یعنی نمیشه به این شکل باشه که مثل اقامت کاری که چون که پاسپورت یه سال اعتبار داره اینجا به, شما اقامت یک ساله بدم این اقامت حد باید دو سال. آره حداقل دو ساله باشه و اقامت سرمایه گذاری کم کمش دو ساله هست باند. و به این شکل که باز اینجا مهمه که تک میای یا با خانواده میای شرط اولیش یا یکی از شرطاش اینه که هر شخصی که میخواد بیاد باند. نفر اولی یا اصلی باید دیویس هزار کرون بله. توی حساب بانک باشه داشته اگر در اصل خونواده رو بخواد با خودش بیاره برای خانمش باید صد هزار کرون بله. و برای هر فرزندی 50 هزار کرون و این توی حسابی میشه گفت هست و قفل هست به یه شکلی بله. که مثلا اگر بگیم زن و شوهر و دوتا فرزند باشه که میشه 400 هزار کرون باید تو این حساب باشه و این برای دولت سوئد یک گارانتی هست که اگر اتفاقی افتاد برای این خانواده یا برای این شرکت خب این هست این مبلغ هست که بشه ازش استفاده کرد و اگر از این 400 هزار کرون استفاده شد خیلی مهمه هر چیزو زودتر پرش کنین تو این دو سالی که در از هستش بله. و به این حساب اداره ماجرت خیلی توجه میکنه که ببینن دست میخوره یا نه یه شرط دیگه که هست اینه که باید باید با یه حسابدار یه بیزنس پلن پنج ساله به اداره مهاجرت معرفی کرد که این شرکت ما انتظار داریم تو این پنج سال آینده به این شکل براش پیش بره و خب حسابدارم میدونه که یه شرکتی که حالا به یه شکلی میشه گفت از صفر شروع میکنه انتظارای آنچنانی نمیشه داشت و به خاطر همینم خب مشخصا سال اول و دوم اون ای که حسابدار به اداره مهاجرت معرفی میکنه ای نیست که سال پنج میشه ازش انتظار داشت به خاطر همین حسابداری هم که این کار رو برای شما انجام میده باید به این توجه کنه که همه اون شرط حقوق و این چیزها رو بعد در از یه جورایی توش حساب کنه که تو اون بیزنس پلانی که تحویل میده به اداره ماجرت در از کرای خونه مخارج دیگه حقوق حساب شده باشه و همه این درآمد رو بشه از شرکت در آورد اون شرکتی که سرمایه گذاری هست و این هم میشه گفت سالی هست که خیلی پیش میاد از من سال میشه اینه که حتما باید این شرکت خریده باشیم یا میشه کرایه کرده باشیم و این هیچ فرقی نمیکنه. اگر خریدنی باشه فقط مدارک خاص خریدش رو میخوان از شما اگرم کرایه ای باشه در از شرطی که هست اینه که حداقل باید یه قرارداد طولانی باشه که اون دو سالی که به شما دادن به اون حد برسه بله. بشه از این طریق ثابت کرد که یه آینده ای تو این هست فقط هدف ما این نیست که دو سال اینو در از بچرخونیم اقامت دائم رو, دائم رو بگیریم و بعد از این کاملا تعطیل کنیم و به غیر از این شرایط شرایط بعدی میشه گفت اینه که هر شرکتی که توش سرمایه گذاری میشه حالا میخواد دندون پزشکی باشه میخواد رستوران باشه میخواد حالا واقعا نجاری باشه فرق نمیکنه هر چی باشه از اداره ماجرات از اون شخص میخواد که نشون بده که سابقه این کار رو از قبل داشته یا حالا اگرم مستقیمم نداشته غیر مستقیم یه تجربه داره که بتونه از این لحاظ موفق باشه و طبق اون بیزنس پلن جلو بره همچنین یکی از شرطاش میشه گفت یا باید زبان سوئدی بتونن صحبت کنن یا انگلیسی نا. که از تستای مختلف میشه اینو ثابت کرد که یا سوئدی بلدن یا انگلیسی بلدن که خب معمولا انگلیسی هست که بچه های ایرانی نشون میدن که میشه گفت اینم یکی از شرطای مهمه که از این طریق بتونی ثابت کنی که من میتونم با مشتریام در رابطه باشم به غیر از اینکه واقعا یه شرکتی باشه که اصلا بدون مشتری باشه که نیست در از به این شکل به غیر از این شرط بیمه هست که باید در از چهار تا بیمه مختلف ازش استفاده کرد که شرکت های مختلف هست که یا پاکتی این چهار تا شر... ش... این بیمه رو پاکتی میفروشن بله. یا باید این چهار تا بیمه رو از چهار تا حالا دو تا شرکت مختلف یا چهار تا شرکت مختلف تهیه کرد و به اداره مهاجرت نشون بله. و تو این شرایط هم دقیقا مثل شرایط اقامت کاری باید کم کمش سال 25 روز مرخصی داشته باشی بله. و دقیقا مثل اقامت کاری نمیشه از شکلی دور زد از این 25 روز حتما حتما باید این 25 روز مرخصی باشی تعطیل باشی و اجازه نداری که در از هم مرخصی باشی از اون طریق حقوق بگیری همین که کار کنی حقوق دو برابر در بگیری و شرایطش هم اینه که خب در اصل مدتی که به اون شخص شخص اول میگم که اقامت سرمایه گذاری میدن این شخص نمیتونه جای دیگه کار کنه بله. اینم یه تفاوتی هست بین اقامت کاری و اقامت سرمایه گذاری اونی که کاری هست میتونه ولی اون کسی که سرمایه گذاری میاد از این اجازه رو نداره ولی خب مثلا میگیم اگر من اون شخص اول باشم خانمم یا فرزندان میتونن کار کنند ولی اون چیزی نیست که تو در از پرونده سرمایهگذاری سرمایه گذاری بررسی بشه یا بشه زمینه کرد به این پرونده که از این طریق بشه اقامت گرفت اگر حالا به هر دلیلی سرمایه گذاری به مشکل خود میشه اقدام کرد برای اقامت کاری رو مثلا فرزندی که کار میکنه کلن پرونده عوض میشه آره، پرونده عوض, عوض میشه, میشه. میشه موضوع کاملا. کاری. آره کاملا عوض میشه که میشه گفت که باید ثابت کرد باز با کاغذهایی که ترجمه شده هست که شرکتی که شما میخواین اجرا کنین مال خودتون هست حداقل کم کم کمش باید 50 درصد سام در از این شرکت ها رو دست اون شخص باشه و اینکه آخرین تصمیمی که این شرکت میگیره باید دست اون شخصی باشه که اقدام میکنه مثلا اگر دو نفرم باشن که شریک باشن باز تو این قرارداد باید یه جوری ذکر بشه که اون شخصی که از ایران اقدام میکنه برای اقامت سرمایه گذاری اون حرف آخر رو داره یه سوالی که خیلی پیش میاد اینه که آیا میتونن دوتا شریک با هم دیگه اقدام بکنن یا اینکه باید حتما یکیشون اینجا باشه و اقامت داشته باشه دقیقا این میشه این کارو کرد در اصلا اگر برگردیم به همین نکته آخری که گفتم که باید نشون داد که حرف آخر با یکی هست اینجا فقط باید نشون داد که باید حتما هر دو با همدیگه کنار بیان تو حالا سالهای مختلف که بشه این کارو کرد ولی چیزی که باید بهش توجه کرد اینه که همون شرطی رو که من قبلا توضیح دادم الان به هر دو تعلق میشه نمیشه گفت که چون که حالا شخص آ اینا رو داره شخص بی هم بهش تعلق میشه در از شرط حقوق شرط بیمه شرط حالا خانواده و اون حسابی رو که توضیح دادم به هر دو تعلق میشه و هر دو باید حتما داشته باشنش و اینجوری هم هست که شرکت خب دیگه باید پنجا پنجا باشه نمیتونه مثلا یکی پنجا درصد داشته باشه یکی دیگه چلا هشت درصد اون موقع در... به اونی که 52 درصد داره تعلق میشه ولی اونی که 48 درصد داره متاسفانه بهش تعلق نمیشه اه... که از این طریق مشکل نیست اه... میشه اقامت سرمایه گرفت سوال بعدی که باز پیش اومد اینه که دوتا شریک میتونن دیویس هزار کرون رو داشته باشن یا اینکه باید با همدیگه این پول رو نصف بکنن نه این دقیقا همینه که باید هر شخصی باشه باید 200 هزار کرون برای خودش تو حساب های مختلف درس داشته باشن اگر هم خونواده باشه به همون شکلی که توضیح دادم هر کدومشون از باید 400 هزار کرون ثابت داشته باشن تو اون حساب و خب این سال هم خیلی پیش میاد که واقعا برای بچه ایرانی خیلی دردسر امروز تو حساب ایران میشه نشون داد که 400 هزار کرون دارن بله ولی چی جوری این سال هزار کرونا وقتی که اومدن سوئد بیارن تو سوئد و توی حساب بانک سوئد باشه واقعا مشکله آه. که این دیگه باید از طرف رابطه یا صرافی یا از این شکل بشه حل کرد یه چیزی یه مسئله که سالی که عادی هست برای من پیش میاد و بچه ها تماس میگیرن و سال میپرسن اینه که میپرسن منی ای که ایران هستم و در از مشخص نیست دقیقا کی میام سوئد چجوری میتونم مغازه بخرم یا مغازه رو کرایه کنم یا مثلا با یه شرکت دیگه قرارداد بنویسم برای اینکه موقعی که اومدم باره. و مخصوصا بدون این که به سوئدی ما میگیم پشون نمر یعنی اون شماره ملی. شمار ملی که در از میشه بهش عنوان کرد ندارم چجوری میتونم این کارها رو بکنم که سخته خودش رو داره ولی اینو میشه با قراردادهای مختلف حل کرد و میشه مثلا قرارداد نوشت که این خرید یا این مکانو از روزی که این اقامت میگیره و میاد سوئد حالا باید هزینه رو پرداخت کنه یا به هر شکلی و دقیقا مسائل بیمه و این چیزا هم به همین شکله احتیاج نیست که هزینه پرداخت کرد تا روزی که این شخص میاد سوئد و اون اقامت رو داره و خب خود شرکت بیمه و اینا در جریان هستن که به این شکل میشه اومد سوئد و اقامت گرفت و برای که اون شماره ملی سوئد رو گرفت حداقل باید کم کمش اقامت یک ساله رو داشته باشه به خاطر همین خیلی ها از ایران قرارداد می قراردادها میشه گفت دائمی نیستن یه جورای موقت هستن وقتی که میان سوئد و شماره ملی و این چیزها رو دارن اون موقع دائمیش میکنن قرار داداشونه ولی خب واقعا پیش میاد دیگه خیلی ها از این شرایط میخوان سو استفاده کنن مثلا کرایه مکان رو خیلی زودتر از اون روزی میزنن باید. که اون شخص بیاد که بتونن کرایه رو بتونن بگیرن یا حالا از سیستم مختلف به قول خودمون سو استفاده کنن ولی خب در کل میتونم بگم که تجربه من اینه که شخصایی که واقعا میخوان سوء استفاده کنن بهتر باشون قرارداد نندیسین چون که همیشه نه اینکه همیشه ولی خیلی عادی هست که متاسفانه پشت پرده یه چیزی باشه که فقط بخوان یه کلکی پشتش باشه و از اون شرایط سوء استفاده بشه و اگر این احساس به بچه های ایران یه جورایی به دست میارم واقعا بهتره که برن دنبال یه شرکت دیگه تا اینکه بخوام با این شرکت ادامه بدم بله. چون که واقعا هدف اقامت گرفتنه و هدف اینه که خب این شرکت رو در از تو سرمایه گذاری کرد و واقعا نه به هر قیمتی بله به خاطر همین خیلی مراقبت. کن. آره و این تجربه تند و متاسفانه من که وکیل هستم خب عادی با... هست و پیش نیاد خب در از چند تا شرط دیگه هم هست که فکر کنم احتیاج باشه عنوان کردم ولی یه جورایی بازترش کنم اینه که در مورد حقوق بله؟ ام... که همون حسابداری که برای شما در از اون برنامه ریزی رو میکنه باید باید رو این حساب کنه که حقوق 13 هزار کران باشه بره. ولی خب باز این برمیگرده به اون ساعت کاری بره. که نمیتونه کمتر از 50 درصد باشه ولی خب به غیر از اون میتونه هرچی که بخواد بیشتر باشه بیشتر. که در از حقوق کم کمش برای یک تک 13 هزار کرانه برای یه خونواده باید بالای 21 هزار کران حساب کرد و آره در از شرط نیست ولی خب یه سوال دیگه هم که عادی پیش میاد اینه که چه زمانی طول میکشه بله. و میشه گفت سرمایه گذاری به خاطر حساسیتش بله. یه جورایی تندتر پیش میره ولی خب طبق آماری که خود اداره ماجرت تو صفحش میده اینه که بین 15 روز تا یک سال و شیش ماه طول میکشه آه. و اینجا هم دقیقا مثل اقامت کاریه که هرچی از لحاظ کاغذ بازی آماده تر باشین تندتر انجام میشه تا اینکه طول بخواد طول بکشه فکر کنم جالبم باشه که بگم که خیلی شرکت ها هستن یا خیلی شخصها هستن تو سوئد امروزه عنوان میکنن که بیاین با ما قرارداد بنویسیم ما اقامت شما رو دو هفتگی اه، میتونیم, میتونیم. اه، آماده کنیم و در یه حدی درسته بله. و در یه حدی درست نیست اونهایی که سرتیفیکیتش رو داشته باشن شرکت که سرتیفیکیتش رو داشته باشن درسته از دو هفته میتونه طول بکشه و طولانی تر هم میشه ولی خب خیلی ها هستن که فقط چجوری بگم یه جورایی میگن که ما این سرتیفیکیت داریم ولی واقعا هم ندارن و این کارا رو انجام میدن ولی آره شرکت هایی هست که میتونن حداقل دو هفتگی ولی خب اونم بستگی داره که همه این کاغذبازی آماده باشه ما توضیح دادی دقیقا باید همه اینا سر جاش باشه و دو هفتگی واقعا نمیشه این مدارک رو آماده کرد به خاطر همین پس بهتر همه مدارک رو آماده کرد وقتی که همه آماد، پرونده آماده شد اون موقع از, از شرکت هایی که این سرتیفیکیت رو دارن کمک گرفت و اقدام کرد تو مدت زمانی که منتظر اقامت دائمی هستن باید شرکت فعال باشه یا خیر؟ درسته در، به این شکل که این اقامت دو ساله حدودا میشه گفت سی روز قبل از اینکه تموم بشه شخصی که اقامت سرمایه گذاری داره اقدام میکنه برای اقامت دائم و واقعا معمولا میتونم بگم تو اون سی روز مشخص میشه که اقامت دائم رو میدن یا نمیدن یا در از اشتباهی شرکت اشتباهی توش هست یا نیست و اگر بیشتر از این سی روز گذشت آره باید شرکت فعال باشه طبق همون روالش جلو بره تا روزی که حالا اون جواب میاد ولی معمولا برای دار ماجرت برای کنترل کردن اون شرکت بیشتر از سی روز طول نمیکشه ممنون از شما که وقتتون رو به ما دادین متشکرم اگه حرف آخری هر چیزی میتونید به این دوربین بزنید مرسی از شما منم واقعا تشکر میکنم برای این فرصتی که شد و به همه بچه ها آرزو موفقیت میکنم و اگرم اومد این سوئد امیدوارم که بتونم به کمکتون کنم و موفق باشیم سباز گذارم خواهش میکنم ممنونم که برنامه رو تماشا میکنین اگه باز هر سوالی داریم میتونید توی این قسمت پایین کامنت بذارین ما حتما جواب شما رو میدیم و پیگیر سوال شما هستیم ممنونم ازتون خدا نگهدار